جلسه قبلی با دکتر هوبان داشتم صحبت میکردم راجع به این که کاربوهایدریت و پروتئین رو با هم دیگه نخوریم که شما قشنگ تو کتابتون برای ما توضیح دادیم. و الان میوه، راجع به میوه شما چی فکر میکنیم؟ خیلی موقع آدم میره مهمونی بعدش بهشون میگن میوه بخورین غذاتون هضم میشه بعد از غذا. دیدی واقعا مهمونی که میریم بعد از شام که مثلا ساعت نصف شب ساعت یک صبح که بعد شام بعد تازه یه عالمه طالبی و هندونه و خربوزه اینا میارن که مثلا غذا هضم بشه. ببینید من بعدم اصرار میکنم میگن بخور غذات هضم میشه. درسته، من فقط میدونم که ایرانی ها واقعا بلدن پارتی های خوبی بدن، عشان آدم سیر و پف و و شما هم مثلا ساعت 11-12 تا 11-12. درسته. خب ببین میوه معمولا بهتره که تنها خورده بشه. بله، به خصوص میوه های طالبی، گرمک، هندوانه و غیره، اونا دیگه 100% که میگن اصلا یه مسئله هست به انگلیس میگن طالبی ملونا رو eat alone or leave alone به خاطر اینکه یه بار صحبت کردیم راجبش که میوه ها خیلی زمان هضم کمی احتیاج دارن، بعضی ها توی معده نمیمونن و تا میخوری یه دقیقه دو دقیقه، بعضیشون 5 ثانیه فوری از معده وارد روده میشه. مثلا هندوانه و غیره احتیاج به هیچ نوع هضمی ندارن. بله. فوری. حالا فکر کن شما یه چلو کباب و قرمه سبزی و قیمه بادمجون و اینا خوردی که ساعت‌ها میشه هضم بشه. حداقل دو سه ساعت، اونم ساعت مثلا 11 شب یا 12 نیمه شب غذا خوردی به اون سنگینی، حالا طالبی هم روش بخوری، خب این غذاها اونجاست. نشسته رو هم. طالبی که می‌خوری میمونه اون رو دقیقاً. بعد صبر کنه نوبتش بشه دیگه چون اینو بعد اول هضم بشه. بله. و بره پایین. اینه که خیلی هضمو بسیار میتونه مختل بکنه و به هم بریزه، شکمو سنگین. بله، اصلا ایجاد پیتروفیکیشن میکنه. بله. تخمیر میشه و ایجاد گاز میکنه، ایجاد سوء هاضمه میکنه. بله. یا ایندیجستشن میکنه و اصلا صحیح نیست. اصلا آدم فکرشو میکنه از فکرش بلش میاد. دقیقاً. در صورتی که میوه رو اگه شما قبل از غذا بخوری، حتی اگه 5 دقیقه قبل از غذا بخوری چه اشکال نداره. بله. مثل آبه. بله. آبم اگه قبل از غذا بخوری مسئله نیست، ولی معمولا بعد از غذا هستش که ایراد داره. چرا؟ به خاطر اینکه هضمو میتونه بسیار عقب بندازه یا تخریبش بکنه هضمو و زیاد خوب غذا هضم نشه. برای همین اگه میخوای آب بخوری، میوه بخوری، قبل از غذا بخور، 5 دقیقه قبل از غذا، 2 دقیقه حتی قبل از غذا، ولی بعد از غذا بهتره که اینا رو نخوریم. خب دیگه ما باید گوش بدیم به دکتر هوبان، شما هم گوش بدیم به دکتر هوبان، حرفاشون خیلی مهمه. حالا بتونیم راجع به این چیزا بیشتر با هم صحبت کنیم. حتما. الان میخوام از شما چند تا سوال دیگه بپرسم. خیلی خوب. ان شاءالله برنامه بعدی.